الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون گرامی برنامه تعلیمات اسلامی از شبکه مردم نورین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به برنامه خوش آمدین. امیدوار هستم که تا آخر برنامه با ما باشین. موضوع برنامه ما در ارتباط حفاظت زندگی از دیدگاه احادیث رسول الله علیه السلام و این موضوعی که انتخاب شده، چند چیز از این موضوع معلوم می شود که ما در زندگیمان میتانیم از زندگی خود حفاظت کنیم حتی الامکان، و حفاظت از زندگی منافات با توکل علی الله ندارد. مثلا یک انسان کوشش میکنه که آبی ناپاک را نخوره یا ننوشد، کاملا از لحاظ شرعی درست است. حفاظت کردن خود از خوردن یا از نوشیدن آبی پلید یا آبی میکروب دار، این منافات با توکل ندارد. همین قسم نظافت جسم، نظافت غذا، نظافت دست، نظافت مثلا لباس یا ظرفی که ما استفاده میکنیم، منافات با توکل ندارد. توکل به این معنی نیست که توکل به خدا بکو، هر چه که آمد اگر پاک بود ناپاک بود او را بخو و ایره توکل بگویند، نه، این توکل نیست. توکل است که اسباب زندگی را مطابق شرایط زندگی دنیوی مساعد بساز، برابر بساز، بعدا توکل به الله بکن. قرآن کریم بسیار زیبا می فرماید، بسم الله الرحمن الرحیم، فاذا عزمت فتوکل علی الله. وقتی که تصمیم گرفتی باز به الله توکل بکن. تصمیم چه معنا؟ تصمیم به این معنا که در زندگی که تو داری و کاری را که میخوای انجام بدهی، اسباب ظاهریش مهیا بساز. مهیا ساختن اسباب ظاهری، رسیدن به هدف، ای با توکل علی الله منافات ندارد. و ای را توکل نمیگن که فقط بگوی خدا به ما بسنده هست حرکت کنی، نه، این مخالفت با دین ما دارد. تو اسباب زندگی را مهیا بساز، باز حرکت کن. اینجا راجع به حفاظت از صحت انسان یک حدیث میخوانم. رسول الله علیه السلام میفرماید که قال علیه السلام اذا شرب الكلب فی اناء احدكم فلیغتسله سبعا. اگر قضیه طوری شد که در ظرف شما سگ آب نوشید یا غذا خورد یا ای که به او زبان زد، فلیغتسله سبعا، پس 7 بار باید غسل داده شود. اون ظرفی که سگ به او ظرف آب نوشیده و یا زبان خود به او زد، علیه السلام می فرمد که 7 بار باید شستشو شود. قسمی که امروز تیپ ثابت می کند که زبان سگ بیدارد و کشنده هست. و حتی در بعضی روایات آمده که مرتبه 7 باید همراه با خاک ششته شود، و خاک می تواند که میکروبی که در زبان سگ است و او را چی کنه، از بین ببرد. این رسول الله علیه السلام گفته. پس اگر یک انسان از خوردن آب ملوث یا از خوردن آب میکروبی خودداری می کند، این منافات با توکل ندارد. ببین پیامبر میگه که شما وقتی که سگ زبان میزنه به ظرف شما، ظرف 7 بار بشوین. 7 بار. و در روایت دیگر آمده که بار 7 با خاک شسته شود. که طب امروزی ثابت ساخته که زبان سگ بسیار یک میکروب قوی داره که سبب مرگ انسان میگردد، یک موضوع.
و موضوع دومش که قوی هسته به شستشوی مثلا به یک بار دوبار صابون پاک نمی شود. و در روایت دیگر که خاک را پیامبر علیه السلام ذکر کرده، طب امروز ثابت ساخته که میکروب دهن سگ را خاک می تواند از بین ببرد. بناهن پس ثابت شد که یک مسلمان در زندگیش وقتی که می خواهد صحتمند باقی بماند و زندگی خوبی داشته باشد، او خودداری از غذاهای ناپاک می کند، او خودداری از آب ناپاک می کند، او خودداری از لباس ناپاک می کند. این منافات با توکل ندارد و ایره کسی بدرد می گد از دین بیخبر است. ما آیتی رم که خواندم فاذا عزمت فتوکل علی الله، ای به ما درس می دهد که وقتی که شما در زندگیتان می خواهید کاری را انجام بدهین، اسباب ظاهری که الله جل جلاله برای معیشت و زندگی آفریده مهیا بسازین. وقتی که مهیا ساختین، بعدن باز توکل به الله بکنین. مثلا در راستای حفظ صحه، دستهایتان را پاک و منظم پاکیزه نگه دارین، جسمتان را پاکیزه نگه دارین، لباسهایتان را پاکیزه نگه دارین، و همین قسم جایی که می خوابین، جایی که زندگی میکنین، او را پاکیزه نگه دارین. وقتی که این شرایط را شما بر آورده ساختین، قرآن چی میگه؟ فتوکل علی الله فاذا عزمت. همی معنا را داره فاذا عزمت. چی معنا؟ وقتی که اسباب ظاهری را تو مهیا ساختی، اسباب ظاهری را مهیا نسازی، او را توکل نمیگن و ای را قرآنم رد کرده و الله جل جلاله از او آدم ناراحت می شود. در اوائل اسلام بعضی از اصحاب کرام رضوان الله علیهم اجمعین حرکت می کردن بدون زاد راهله، می رفتن به حج. وقتی که به حج می رفتن، اونجا خو ضرورت پیدا می شد که غذا کار داری، لباس کار داری، مصرف کار داری، باز دستشون دراز می کردن به دیگه حاجی که به ما کمک کنین، به ما کمک کنین. امی عمل کردی اصحاب کرام رضوان الله علیهم اجمعین خدا را خوش نیامد. قرآن کریم باید نازل شد که فتزودوا فان خیر الزاد التقوى، پس شما زاد راهله برابر کنین. زاد راهله به تقوی شما کمک میکند. یک انسان امکانات ظاهری سفر برابر نکند و حرکت کند و بگوید که خدا به من بسنده است و من به الله توکل میکنم، اینمی عمل کرده، این مسلمان در شریعت پذیرفتنی نیست و این آدم نادرست کرده. چرا حجاجی که بدون آمادگی اسباب حج به حج میرفتن به نیت ای که خدا به ما بسنده است؟ الله گفت که فتزود و میره نمیپذیرم ای که تو بری اونجا حج کنی و گدایی کنی، اونجا حج کنی و دست سوال پیش کنی، ای را من نمیپذیرم. باید تو چی کار کنی؟ فتزودو، تو امکانات سفر برابر کن. ایره میگن فاذا عزمت. قرآن میگه فاذا عزمت. عزمت به این معنا که تصمیم جدی بگیر. وقتی تصمیم جدی و قاطی گرفتی، باز فتوکل علی الله. بناهن انجام رسول الله علیه الصلاه و السلام در ارتباط حفظ صحه و مراعات از زندگی و یا حفظ زندگی می فرمد که اذا شرب الکلب فی اناء احدکم فلیغتسله سبعا. وقتی که در ظرف شما اگر سگ آب می نوشد و یا غذا می خورد، هفت بار او را بشوین. هفت بار در این روایت هفت بار آمده، در روایت دیگری باری هفتم به خاک آمده که همراه خاک باشد شو شود. که من حضورتان عرض کردم که طب امروزی ایره ثابت ساخته که در زبانی که در زبان سگ بسیار میکروب قوی است و او اگر اصابت کنه به غذا سبب مرگ انسان می شود. یا در ظرف که به شستن نمی رود تا هفت بار شستن شود، تا باری هفتم به امرای خاک شستن شود. پس یکی در مسلمان هایی که محض توکل می کنن و از تصمیم کار نمی گیرن، از فراهم آوری اسباب زندگی کار نمی گیرن، حرکت میکنن، باز درا سوال میکنن، درا از مردم کمک میخواهن، همچون مسلمانان به خدا خوش ندارد. برادران و خواهران گرامی،
شما اگر میخواهین که با تقوا باقی بمانین و اگر میخواهین که با عزت باقی بمانین، در کارهای دینیتان از اسباب کار بگیرین، اما اسباب مؤثر ندانین و خداوند را مؤثر بدانین. اینه میگن توکل علی الله. ببین قرآن کریم را میگه خذو حذرکم، وقتی که میگه جهاد کنین میگه خذو حذرکم، شما آمادگی خدا بگیرین، اسلحتکم، شما اسلحه خدا بگیرین. یک مجاهد که وقتی به جهاد میرود، اینمی گرفتن سلاح، همین قسم امکانات جنگی، شمشیر و مرمی و اسباب جنگ، اینها اما از جمله تصمیمای جنگ است. و قرآن میگه فیدا عزمته، وقتی تو تصمیم گرفتی چی معنا که بگیر خذو حذرکم اسلحتکم. قرآن واضح میگه که اسلحه تان را بگیرین و آمادگی تان را بگیرین برای جنگ. اما ایرا مسلمان باید بداند که اسلحه ما تاثیرگذار نیست. ایرا باید انسان بداند که امکانات ظاهری مادی جنگ در نبرد تاثیرگذار نیست. تاثیرگذار کیست؟ تاثیرگذار الله جل جلاله است. یگانه ذاتی که بالای زندگی مردم، بالای کامیابی و ناکامی و شکست و برد یک گروه و یک منطقه و یا مثلا مردم و کشور تاثیرگذار هست، او کاری الله جل جلاله است. بناهن از این حدیث این معلوم شد که برادران و خواهران نهایت گرامی، اگر میخواین که توکل به خدا بکنین، اول اسباب زندگیتان را مهیا بسازین، بعدن به کارتان آغاز کنین و در آغاز کار توکل به خدا کنین، بگوین خدا با ما بسنده است. بدون جمع‌آوری اسباب زندگی، یک انسان که خدا به خدا میسپارد، این نادرست است، ناجایز است و خدا را خوشش نمی آید. من حضرت عرض کردم که تعداد از صحابی ها به می عنوان که خدا با ما بسنده است، دست خالی و پای لچ حرکت می کردن به طرف حج. به حج می رفتن، باز درا گرسنه می ماندن، از مردم نان می خواستن، غذا می خواستن. در اونجا که می رفتن قربانی می کردن، از مردم پول می تلبیستن و قربانی می کردن. امی کار خوش خداوند نیامد. الله جل جلاله گفت که نه نه، این حج قبول نیست. حج که دو خاری و حج که دو ذلت باشه، حج که دو سوال باشه و دست سوال پیش کنی، او حج ما نمیپذیرم. فتزود، و شما اول امکانات حجتان را برابر بسازین. پس ثابت شد که انسان اول امکانات زندگی خود برابر بسازد در تحت یک امکانات دست داشته، در تحت یک امکاناتی دست داشته، که یعنی از امکاناتی دست داشته اید کار بگیر. باز بگو که این حالی من دیگه به خدا توکل کردم و خدا به من بسنده است. بیننده های گرامی، اما یک توکل محض بدون اسباب مورد تایید خدا قرار نمی گیرد. مثلا یک انسان بگو که به من میکروب تاثیر نمی کند، آبی میکروب داره هم بنوشد، غذایی که میکروب داره هم بخورد، غذایی که کثیف است هم بخورد و بگوید که خدا به ما کافی است، خدا به ما بسنده است. نه، این نادرست است و این عوضی که الله خوش شود، بلکه خدای یکتا ناراحت می شود. الله از او انسان ناراحت می شود. چرا؟ دنیا دار الاسباب است. پیامبر علیه السلام زندگی کرد، در دنیا به اسباب زندگی کرد. رسول الله علیه السلام لباس می پوشید، رسول الله علیه السلام غذا می خورد، رسول الله علیه السلام می خوابید، رسول الله علیه السلام خانه داشت و اسباب زندگی را مهیا ساخته بود. ای که در کدام سطح بود، ای در جای خودش. البته از لحاظ دینی اسباب معیشت در دنیا به سطح بلند و بالا نادرست است، ناجایز است، چرا که زیاد امکانات کار داره و امکانات اولش به دسترس ما قرار ندارد. اگر قرار داشته باشد در یک دنیای فانی به مصرف رساندن همچه امکانات زیاد، نادرست و ناجایز است. پس بیننده های نهایت عزیز، که ثابت شد که مسلمانان توکل علی الله حتما داشته باشند. چرا؟ قرآن میگه که مسلمان به خدا توکل میکند. توکل اعتماد میگن، به خدا اعتماد کردن توکل است. اما با در نظر داشتی اسباب زندگی، لباس بجانت بپوش، غذای یک بخور نمر استفاده کن
باز از او بلند شو نماز بخوان، بگو پروردگار تو ما به بسنده هستی و زندگی مرا ادامه بده و مرا حفاظت بفرما. اینجاست که الله جل جلاله از تو خوش می شود و تو موافق شریعت اسلامی عمل کردی. اما اینکه اگر انسان مثلا این یک عقیده اسلامی هست که رزق و روزی ما به قدرت خدای یکتاست، یعنی الله جل جلاله به ما رزق روزی می دهد، این عقیده همه مسلمانان است، اما رفتن به وظیفه، اما تلاش برای کسب رزق حلال و حرکت کردن بر این که یک مشت پول به دستم بیاید و من مصارف یومیه و روزانه خود تکمیل کنم، این مخالفت با این معقیده ما که خدا رازق است، این مخالفت ندارد. خدا رازق است، اما در یک عالم اسباب، از طریق اسباب خدا رزق میدهد. و یک مسلمان که گام میبردارد، مثلا تجارت میکند، شاق شاق کاری میکند، غریبی میکند، در ضمن از اینکه معتقد بر این است که خدای من رازق است، بلند می شود، از صبح تا ویگا کار می کند، یک لقمنان حلال به دست میارد، این کاملا عین دین است، عین شریعت است، این مخالفت با دین ندارد. ایتو فکر کنید شما که کسی گام می بردارد برای به دست آوردن پول، او گناهکار باشد؟ نه، بلکه عبادت است. یعنی کسب رزق حلال یک نوع عبادت است، اما به شرطی که حرکتت حرکت اسلامی باشد، کار و بارت اسلامی باشد، ای خودش یک نوع عبادت است. پس یک انسان به منظور این که خدای یکتا رازق است، خدا در یک اتاق بند کنه و خدا رازق است مرارز می دهد، امی آدم گناهکار می شود. چرا؟ الله جل جلاله به تو چشم داد، به تو دست داد، به تو پای داد، به تو عقل داد، منطق داد، زور داد، بازو داد، صحت داد، مقتضای امی همی ازی امی بود که تو بخوابی، ای خو مردگری نشد. خب مقتضای اینمی نعمات الله است که ایر از یا کار بگیر و ایر در کار بنداز. وقتی که خدا به تو جوانی داده، خدا به تو صحت داده، خدا به تو بازو داده، دست داده، پای داده، خب اینها رو در حرکت در بیار، باز بگو که الله به من رزق روزی بده، باز این جاست که خدا یک دست خوشحال می شود. یعنی بدون اسباب در زندگی دنیا، زندگی دنیا ناممکن است و زندگی اسلامی هم بدون اسباب پذیرفتنی نیست. اتو فکر نکنین که یک انسان اسباب ترک کند بازور خدا دوست داشته باشد، نی، اسباب ترک کدی خدا ناراحت می شود. من حضورتان عرض کردم که اصحاب کرام به خاطر توکلی به خدا و اعتماد به الله دست خالی حرکت می کردن، به حج می رفتن، یک افغانی در جیبشان نبود، یک درهم نبود، یک دینار نبود، می رفتن به حج. پرسان چون می کردی؟ چرا؟ می گفت خدا به ما کافی است. خدا یک تا امی عقیده را رد کرد، امی عمل کرد را رد کرد، گفت نی فتزو و دویت نکنین دیگه، ما شما را گفتیم حج که به این معنی که برین گدایی کنین، باز در سعودی که رفتین با دستایتان را پیش کنین که حاجی به ما غذا بتی، حاجی به ما لباس بتی، حاجی یه حج نشد، یه گدایگری شد. گدایگری را خدا خوش ندارد. کسی که به حج می رود، پس الله چی میگه؟ فتزو و دو اینمی امر، انسان را تشویق به سوی اسباب میکنه که اسباب تا تهیه کن. فتزو و دو چی معنی؟ فتزو و دو تو امکانات تهیه کن. ده حج پول بکار است، لباس بکار است، سواری بکار است، امی از این را تهیه کن. در اون وقتها اولاغه ها و مثلا اسبها و یا شترها بود، حالا هواپیما و یا مثلا کسی موتر، این چیزها. پس یک حاجی وقتی که میره به حج باید همه اینمی لوازمات را در نظر بگیرد، باز به خانه الله برود. اعتر نکنه که به خانه الله برود، با اونجا دست سوال پیش کنه که به حاجی من غریب استم، به من چی کو، به من کمک کو، ایره خدا خوش ندارد. فا این خیر زاد تقوا منکم، بهترین زاد راهل تقواسته. تقوا امیره میگن که انسان دست به گدایی پیش نکند. تقوا امیره میگن که انسان ذلیل و خار خود به مردم نشان ندهد. این معنا نداره که در سعودی بری باز ما باید دست به گدایی بزن که حاجی مرا کمک کنی. وقتی که تو به حج میروی، از همین جا امکانات حجت را،
امکانات زندگیت را همشه مهیا بساز، باز به حج برو. اینجا پیامبر علیه السلام می فرمد که اذا شرب الکلب فی اناء احدکم فلیغتسل سبعا. وقتی که سگ از ظرف شما استفاده کرد، آب نوشید یا زبان زد، 7 بار بشوین. امی 7 بار بشوین، این منافات با توکل نداره. ما بگیم برو خدا به ما بسنده است، هر چی که خورده بیار که بخوریم. نه. مثل امروز واکسین میکنه مردم، مردم که از وقایه میکند، مردم از آب کثیف پرهیز میکند، مردم از غذای آلوده پرهیز میکند. این عین دین است. این با دین هیچ نوع فرقی نداره و هیچ نوع تفاوتی نداره. چرا پیامبر من میگه که داشتی بالکلب و فی اینا احدکم فلیغتسل سبعا؟ اگر اینجا پروردگار به پیامبرش نمیگفت و توکل معنای ای را داشت که بعد به خدا توکل کنی و هر کار انجام بدهی، خب پیامبر این حدیث بعد نمیگفت. میگفت که فقط بگوین بسم الله الرحمن الرحیم، اگر سگم که مثلا از او آب خورده شما آب بخورین به شما ضرر نمیرساند. مگر همچی یک حرف پیامبر نگفته، بلکه چی گفته؟ در عالمی اسباب، همین حالا که از نهای تیپ که ما بس کنیم، 7 بار ظرف شسته شود و بار آخر امرای خاک شسته شود، وقتی که ماینات شود ظرف پاک است. ببین که در عالمی اسباب است. یعنی برادران و خواهران گرامی، سپاس از شما که تا حال در برنامه با ما بودین. تا برنامه های بعدی شما را به الله یکتا می سپارم. الله نگهدار شما. بسم الله الرحمن الرحیم. فاسألوا